پایان نشست دو روزه نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه درباره افغانستان در اشقاباد. در این نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و نمایندگان ویژه قزاقستان، قرقستان، تاجیکستان و ازبکستان همچنان رضا اوتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و مقامهای بانک جهانی برای افغانستان شرکت داشتند. در اعلامیه پایانی این نشست تأمین حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر برجسته است. در اعلامیه آمده است که در این نشست درباره مشکلات امنیتی، کمک‌های بشردوستانه و همچنان ثبات اقتصادی در افغانستان بحث شده است. در این نشست در مورد چشم‌انداز و مشکلات اقتصادی افغانستان گفتگو شد و بر اهمیت شرایط مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی، بخش مالی و بانکی و احیای زیرساخت‌های اجتماعی اقتصادی در افغانستان که کمک‌های بیشتر جامعه جهانی را ممکن می‌سازد نیز تبادل نظر شد. ما از افغانستان همکاری آنها ستایش می‌کنیم. و ایر هم اضافه میکنیم که ملت افغانستان به تمام روند همکاری های بشری همکار است و از اون طرف نوازه که همکار باشه و خاک افغانستان جای امن و ثبات است و این امن و ثبات نیاز به همکاری و توجه داره. در بخش دیگر از این اعلامیه همچنان بر تشکیل یک دولت فراگیر و تأمین حقوق زنان تاکید شده و گفته شده است که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های کاری و آموزشی بر زنان و دختران اثرات زیانباری بر مردم افغانستان دارد. اما امارت اسلامی حکومت را همشمول می‌داند و موضوع زنان را هم یک مسئله داخلی. قطعنامه اشقاباد مثل قطعنامه سمرقند دیر نشان میده که حکومت اگر تنها طالبان باشه افغانستان به طرف ثبات نمیره و به طرف بهبود اقتصادی هم متاسفانه نمیره. قسمی که ما شاهد بحرانهای گوناگون هستیم با همسایگان افغانستان امروز. بر اساس اعلامیه مشترک تمامی جوانب روی ده نکته توافق کردند. در بخش هفتم اعلامیه از امارت اسلامی خواسته شده تا نگذارند که افغانستان دوباره به لانه امن تروریسم بین المللی مبدل شود. بعد از آمدن امارت اسلامی سرحدات و مرزهای افغانستان از هر زمان دیگر مسئولتر و محفوظتر شدند و موقف امارت اسلامی هست که از خاک افغانستان به هیچ کسی اجازه نمیده و نه به هیچ گروهی کدام باند و تحرکی که تلاش بورزه که به همسایه ها کشورهای منطقه و جهان آسیب وارد کنه و یا تهدید را متوجه کنه اجازه نمیده. پس از ناحیه ما اطمینان موجود هست و امارت اسلامی متعهد است که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده شده نمیده. اشتراک کننده ها به برگزاری نشست های مشابه توافق کردند تا مشوره هماهنگی و همکاری در مورد افغانستان میان آنها بیشتر شود. انتظار می رود نشست آینده فرمت آسیای میانه در مورد افغانستان در خزان امسال برگزار شود، اما زمان و محل آن تا کنون مشخص نشده است.